به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. آقا یک خبر توپ فضایی براتون دارم. ساخت نخستین ماهواره تحقیقاتی حوزه ناوبری ایران با نام پژوهش یک. مشاور رئیس و سخنگوی سازمان فضایی ایران در صفحه توییتر خود از ساخت نخستین ماهواره تحقیقاتی حوزه ناوبری ایران با نام پژوهش یک خبر داد. حسین دلیریان نوشت پژوهشگاه فضایی ایران در راستای حمایت از بخش خصوصی در نظر دارد به منظور طراحی، ساخت و تحویل در مدار ماهواره تحقیقاتی پژوهش یک مناقصه عمومی برگزار کند. ماهواره پژوهش یک در واقع یک ماهواره تحقیقاتی در حوزه ناوبری فضاپایه خواهد بود. بد نیست بدونین عالی ترین شکل هدایت رادیویی سامانه موقعیت‌یابی جهانی یا GPS هست که شامل 24 ماهواره در مدار زمینه و با اون در هر نقطه از زمین میشه مختصات رو با دقتی در حد متر به دست آورد. کشور روسیه هم یه سامانه موقعیت‌یاب ماهواره‌ای با نام گلوناس داره و اتحادیه اروپا هم در صدد به راه انداختن چنین سامانه‌ای در آینده نزدیک با نام گالیلئو هست. از گذشته قطب نماها هم کاربرد وسیعی در کشتی‌ها داشتن که دقت پایین و امکان بروز خطاهای زیاد از نکات منفی اونها هستن. در سیستم ناوبری مبتنی بر اینرسی اطلاعات قطب نما با ژیروسکوپ ترکیب میشن و مقداری از خطای اون رو رفع میکنن. همچنین انجام عملیات کالیبراسیون هم میتونه تاثیر فراوانی بر رفع خطای قطب نماهای دیجیتال داشته باشه. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه دوستان که فعلا فقط کشورهای محدودی این تکنولوژی ماهواره‌ای رو در اختیار دارن و ایران با ورود به این حوزه به این باشگاه خواهد پیوست. همزمان با این خبر اقتدارآمیز، محمد اسلامی در سفر به خوزستان با بیان اینکه تلاش داریم که فناوری هسته‌ای رو در عرصه‌های مختلف کشور توسعه دهیم تا بیش از پیش شاهد تاثیرگذاری آن در زندگی مردم باشیم، اعلام کرده که ایران 158 دستاورد جدید در حوزه فناوری انرژی اتمی داشته. آقای اسلامی در ادامه اضافه می‌کنه سازمان انرژی اتمی در مسیری قرار گرفته تا با توجه به سند راهبردی 20 ساله که در فروردین ماه پارسال توسط رئیس جمهور رونمایی شد، توسعه این فناوری در عرصه‌های مختلف ملی محقق شود. وی یکی از اهداف این سند را توسعه نیروگاه‌های برق و سامانه‌های پرتودهی عنوان کرد و افزود نیروگاه‌های کارون 1 و 2 در آژانس ثبت شده که سابقه آن به بیش از 50 سال گذشته برمی‌گردد و با عنایت خاص مقام معظم رهبری در حوزه انرژی اتمی به پیشرفت‌های زیادی دست یافته ایم و توسعه نیروگاه‌های برقی را همواره در برنامه داریم. وی با تاکید بر اینکه همواره غرب در تلاش است تا جمهوری اسلامی به فناوری‌های روز دنیا دست پیدا نکند، ادامه داد فناوری انرژی هسته‌ای در زندگی مردم تاثیرگذار است. بنابراین این تکنولوژی فقط برای ساخت بمب اتم کاربرد ندارد. آقای اسلامی با بیان اینکه هرچه دشمنان تحریم کنند، قوی‌تر در این بخش کار خواهیم کرد، افزود اعتماد به نفس خوبی در فعالان حوزه فناوری انرژی اتمی کشور وجود دارد، تا جایی که پارسال به 158 دستاورد جدید در این حوزه دست پیدا کردیم. دقت کنین دوستان، 158 دستاورد جدید در حوزه انرژی هسته‌ای. خب معلومه که این دستاوردها یه عده رو فشاری و ناراحت میکنه. سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته خطرناکترین رژیم جهان، منظورش ایران هست، در آستانه دستیابی به سلاح اتمی است. گیلارد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل در مصاحبه با CBS هشدار داده که دستیابی خطرناکترین رژیم جهان به تسلیحات هسته‌ای بسیار نزدیک است و باید قبل از اینکه خیلی دیر شود اقدام کنیم. اینا 20 سال پیش هم می‌خواستن اقدام کنن، اما هنوز که هنوز کاسه چه کنم دستشونه. یعنی یکی پیدا نمیشه به اینا بگه که بابا ایران که هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده، اگه بخواد کاری بکنه شما که هیچ، ارباب هاتون هم نمیتونن کاری بکنن. همونطور که تو این 40 سال نتونستن جلوی پیشرفت برنامه موشکی و پهپادی ایران رو بگیرن، بعد چطوره که شما دارین خوبه، ایران داشته باشه میشه خیلی خطرناک. حالا تا بحث اسرائیل و اقداماتش هست، این تصویر رو هم ببینین از دیدار وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با خبرنگاران شبکه‌های معاند. گیلا گنلیل وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی، اگه اسمشو درست گفته باشم، با جمعی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مخالف جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. این مقام رژیم صهیونیستی که در ماه‌های گذشته میزبان رضا پهلوی در فلسطین اشغالی بود، هدف از این نشست رو تشدید فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی ایران، به ویژه با اتکا به ابزار
کار رسانه دانست. دقیقاً رفتن جلو اربابشون به نشانه تشکر دم تکون بدن. آقای مهدی جهانتیغی در مورد این خبر یه توییت خیلی جالب و قابل تأمل زده که میتونیم بگیم بارانی از حقه. در آستانه سالگرد اغتشاشات و تولد جریان ضد امنیتی زن زندگی آزادی در ایران، برای این خبر فقط یک تیتر میشه زد: تجدید قرارداد با کارفرما. دقیقاً همینطوره. رفتن از اربابشون بپرسن که خب برنامه چیه؟ واقعاً اینا به چی اسرائیل دلخوش کردن؟ سوال مهمتری که من دارم اینه: آیا اینا واقعاً کورن یا نمیخوان چشماشون رو باز کنن و دور و برشون رو ببینن که امثال این مزدورا چه جوری دارن رسوا میشن؟ آخرین موردم که سیما ثابت و تهیه کننده برنامهش بود. تا شما نظرتون رو در این مورد برامون کامنت میکنین، این صحبت‌های جالب شهرام همایون رو با هم بشنویم. روی اول خبری که منتشر کردن گفتن اخراج کردیمشون. خانم ثابت نوشته که ناگزیر شدم بین کار در شرایطی خاص و کرامت انسانی دومی را انتخاب کنم. خب خانم ثابت به من بفرمایید ببینم این شرایط خاص یه شبه به وجود اومد؟ یعنی پارسال این شرایط خاص نبود؟ اوضاع خیلی خوب بود؟ کرامت انسانی شما رعایت میشد؟ شما اونجا دنبال کرامت انسانی بودی؟ بر اساس گزارش که تلویزیون خود ما پخش کرد، شما بالاترین حجم گفتگو رو با جریان های تجزیه طلب داشتید. این شرایط خاص رو بیاد به ما بگید. این شرایط خاص چیه؟ اگر نگید اون وقت این آقای عمار ملکی میاد یه مؤسسه نظرسنجی درست میکنه تو اروپا با پول اروپایی ها، هر وقت دلش بخواد آمار استخراج میکنه. محبوب ترین، معتبر ترین، پربیننده ترین تلویزیون ایرانی ایران اینترنشناله. آ چرا من دروغ میگم ملکی؟ آقای همایون شما هم عجب سوالایی میپرسی ها. چرا دروغ میگن؟ خب شغلشون همینه، از ارباباشون پول میگیرن که همین کار رو بکنن دیگه. سیما ثابت میگه ما معتبر نیستیم، میگه اینجا کرامت انسانی رعایت نمیشه. بعد تو اومدی میگی سیما ثابت بهترین برنامه رو داشته و این تلویزیون معتبرترینه. چرا میخواید زمینه سازی کنید درست در آستانه سالگرد مهسا؟ آقای عمار ملکی چی میخواید از جون مردم؟ این دولت هایی که این پولا رو میدن چی میخوان از جون این ملت ایران؟ الان اومدید میگید ایران اینترنشنال 57%، من و تو 30% واقعا، و بی بی سی فارسی 26%. آقای ملکی شما حق داشتی بگی بیش از 50% کسانی که ازشون نظر خواهی شده، یعنی از اون 38,000 نفر. اما چی نوشتی؟ نوشتی بیش از 50% جامعه ایران ایران اینترنشنال را رسانه مورد اعتماد خود معرفی کردن. چرا این مطلب الان مطرح میشه؟ برای اینکه این فاز دوم این تلویزیون میخواد یه آدمایی رو بیاره مطرح کنه به عنوان رهبر. وقتی اینا رو که جمع میکنی میشه 100 و چند درصد؟ 113%. بله دوستان، گره های کور علم ریاضی هم به دست اینتر آشغال باز شد و آمارها از این به بعد به استناد اینتر آشغال و عواملش تا 113% مجازه، در همین حد تباه و البته بزمغز. اما حالا و در انتهای ویدیو یه نگاهی بندازین به این عکس و نظرتون رو در موردش برامون کامنت کنین. پرواز هواپیمای جاسوسی و تجسسی نیروی هوایی ترکیه در نزدیکی مناطق مرزی شمال غرب ایران. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فرموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.